سلام، شب شما بخیر. به مجموعه خبری ساعت 8 امشب از تلویزیون جهانی غزنویان خوش آمدید. امروز دوشنبه است و 18 ماه حوت سال 1399 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 8 ماه مارچ سال 2021 میلادی. در نخست سرخط خبرها، واکنش تند امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری در مورد نامه‌ای که پیرامون صلح افغانستان از سوی ایالات متحده آمریکا به افغانستان فرستاده شده است. گرامی داشت از 8 مارچ روز جهانی زن توسط شمار از نهادهای خصوصی و حکومتی در کابل. تطبیق واکسن کرونا به بیش از 33,000 تن در کشور و خواسته کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مبنی بر حضور زنان در روند صلح. من نوید نیک‌فرجام هستم و شما را به مجموعه خبری ساعت 8 امشب خوش آمدید میگویم و امیدوارم تا پایان ما را همراه باشید. آل هم مشروع خبرها. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری در واکنش به نامه‌ای که اخیراً از سوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برگ ریاست جمهوری افغانستان فرستاده شده است، میگوید به هیچ قیمت بالای سرنوشت مردم افغانستان معامله نخواهد کرد. آقای صالح انتخابات نظارت شده را راه حل بنبست کنونی در گفتگوهای صلح میداند. فرشته یوسفزاده گزارش میدهد. امروز از 7 سال روز جان باختن مارشال محمد قاسم فهیم به حضور شماری از چهره های سیاسی در تالار لوی جرگه گرامی داشت گردید. در این مراسم امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری در سخنرانیش میگوید که انتخابات رای حل برای بنبست کنونی در گفتگوهای صلح بوده و حق رای را نباید از مردم افغانستان گرفت. آقای صالح در واکنش به نامه‌ای که اخیراً از سوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا به افغانستان رسیده است میگوید که هیچگاه بالای سرنوشت کشور معامله نخواهد کرد. سر اصل انتخابات اگر طالبا به توافق میرسن، رئیس جمهور سال دوره آخرش است، ما سر تاریخ انتخابات میتونیم که حرف بزنیم. سر از اینکه انتخابات نظارت شده ترین انتخابات تاریخ بشر باشه ما میتونیم گپ بزنیم، ولی به معامله در یک اتاق بین 20 نفر که باز بیایه نسخه انحلال قانون ما را و نظام ما را و دستاوردهای ما را و از همه مهمتر حق رای از توده افغانستان بگیره ابدا. معاون اول ریاست جمهوری بنبست گفتگوهای صلح را وجود مشکل میان افغانستان و کشور پاکستان میداند و میگوید تا زمانی که این مشکل حل نشود افغانستان نیز به صلح نخواهد رسید. پس معضله افغانستان اگر با پاکستان حل نشه، ما نمیتونیم، کلمات خود امریکایی هست، ما نمیتونیم که دیالوگ با مفهوم، مذاکره با مفهوم با طالبان راجع به صلح افغانستان آغاز کنه. پس ما صلح دولایه‌ای نیاز داریم. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی صلح را نیاز برای افغانستان میداند و میگوید که کشور در یک بحران سیاسی قرار دارد. آقای عبدالله پیرامون نامه‌ای که سوی آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا برگ ریاست جمهوری و شورای عالی مصالحه ملی آمده است میگوید که محتوای این نامه استوار بر اصول برای پیشرفت روند صلح و اجماع ملی میباشد. از لحاظ اوضاع نظامی امنیتی در پیچیده ترین وضعیت قرار دارد کشور ما، از لحاظ اوضاع سیاسی کشور ما در یک بحران متاسفانه هستیم، من میایم روی ازوی اشاره میکنم، و از لحاظ مناسبات بین المللی ما و اوضاعی که بالای افغانستان تاثیر داره باز هم در یک وضعیت بسیار حساس قرار داره. این در حال است که آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در نامه‌ای که به ارگ ریاست جمهوری و شورای عالی مصالحه ملی فرستاده است، طرح سیاسی زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان را تایید کرده است و همچنان در این نامه آمده است که واشنگتن قرار است از سازمان ملل بخواهد که نشست بین المللی با حضور وزیران خارجه کشورهای منطقه از جمله روسیه، چین، پاکستان، ایران و هند برگزار کند. امروز 8 مارچ برابر است به روز جهانی زن. شمار از نهادهای دولتی و خصوصی طی برگزاری محفل از این روز تجلیل کردند.
نهاد مطالعات آزاد به شمار از بانوان دعوت شده در برنامه این روز را تبریک گفتند. لیلا جعفری رئیس تشکیل‌های سیاسی و نهادهای مدنی وزارت دولت در امور صلح می‌گوید که جایگاه زن در کشور با آسانی به دست نیامده، بلکه با قربانی‌های زیاد این مقام را کسب کردند. امام الدین فرهمند گزارش می‌دهد. زن نیمی از پیکر جامعه است و اما در افغانستان زن طبقه هستند که از محرومیت های بیشمار مختلف دست و پنجه نرم می کنند. لیلا جعفری رئیس تشکیل های سیاسی و نهادهای مدنی وزارت دولت در امور صلح می گوید که جایگاه فعلی زنان در کشور به آسانی به دست نیامده، بلکه زنان افغان قربانی های بیشمار برای به دست آوردن حقوق انسانیشان دادند. آنچه که امروز زنان دارند در سطح جهان آسان به دست نیامده، قربانی ها داده شده و قربانی زمانی داده شد که از یک درد انسان ها به آگاهی رسیدند. لیلا جعفری که یک تن از هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان در دوحه می باشد می گوید که طالبان در حضور رسانه ها اقرار کردند که با طرز پوشیدن لباس زنان افغان هیچ نوع مشکل ندارند. جعفری می افزاید که اما اینها اسلام را سلیقه‌ای می کنند. طالبان در دوحه رو به ما گفتند، ویدیوهای ما را رسانه ها نشر کردند چون ما از اونجا مصاحبه دادیم. ما با نمون لباسی که در افغانستان در سر کار خود میریم، در اداره ها میریم، با همون لباس ما به دوحه رفتیم و جالب بود اون 14-15 نفر های طالبان گفتن اینمی لباسایی که شما پوشیدین اینمی درست است، اینمی در شریعت اسلامی است. بحث اسلام امروز سلیقه‌ای شده. بحث اسلام سلیقه‌ای شده. همیرا ساقب رئیس خبرگزاری زنان افغانستان میگوید که در عوض دادن گل و چادر به خواسته هایشان و تامین حقوق انسانی زن توجه شود و قربانی اصلی جنگ های تحمیلی در کشور فقط زنان افغانند. اینقدر هر کدام ما به خانه خود چادر داریم، قدر چادر داریم، نیاز نداریم برای ما چادر بده. آنقدر گل ما میبینیم، خود ما اصلا گل هستیم، گل چرا به ما میده بشته بود؟ و در سهم ساختن زنان در پروسه صلح، ما زنان افغان احسانمند ارگان فرد و یا گروه هم نمی باشیم، زیرا به حیث شهروند کشور ای حق قانونی ما است. بیش از نصف نفوذ جامعه را تشکیل میدیم و قربانیان اصلی جنگ‌های تحمیلی ما زنان افغان بوده ایم. روزی زن در کابل و شمار از ولایات افغانستان در حال گرامی داشت می شوند که هنوز هم تهدیدها علیه زنان فعال در کشور از جمله نگرانی‌های بزرگ شمرده می شود. و در آخرین مورد، روز قبل در ولایت تخار شهناز نامه 18 ساله در اثر خشونت‌های فامیلی با ضیاءالحق نام با جبر عروسی شده و در نهایت شب گذشته ضیاءالحق در منزل خودش شهناز نامه 18 ساله را به قتل می‌رسانند و پرونده این قضیه هنوز هم تحت بررسی مسئولین امنیتی قرار دارد. وزارت صحت عامه کشور با نشر اعلامیه میگوید که از آغاز روند تطبیق واکسن کرونا در افغانستان تا اکنون 33690 نفر واکسین دریافت کردند که از این میان تا اکنون 33330 تن از کارمندان صحی و 360 تن دیگر کارمندان رسانه‌ای واکسین کرونا شدند. نورالله رضایی گزارش می‌دهد. وزارت صحت اعلام کرده است که از آغاز روند تطبیق واکسن کرونا در افغانستان تا کنون 33690 نفر واکسن کرونا دریافت کرده اند. در اعلامیه که از سوی وزارت صحت به نشر رسیده آمده است که در جریان 24 ساعت گذشته 2316 نفر در افغانستان واکسن کرونا دریافت کرده اند. بر اساس این اعلامیه تا کنون 33330 کارمند صحی و 360 نفر کارمند رسانه‌ای واکسن کرونا دریافت کرده اند.
بیشتر افرادی که واکسن کرونا دریافت کردند در کابل بوده که 4519 کارمند صحی و 223 کارمند رسانه‌ای را شامل می‌شود. روند تطبیق واکسن کرونا ساخت هند 5 جهات در افغانستان آغاز شد. در آغاز این روند چند تن به نمایندگی از نهادهای صحی، نیروهای امنیتی و دفاعی و خبرنگاران واکسن کرونا دریافت کردند. گفتنی است دولت هند 500,000 دوز واکسن کرونا به افغانستان کمک کرده است که به 250,000 نفر تزریق خواهد شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن خواستار حضور زنان در تمام مراحل روند صلح شده است. در اعلامیه کمیسیون مستقل حقوق بشر که نشر شد تاکید شده است که زنان باید در تمام مراحل پروسه صلح هم از تصمیم گیری و برنامه ریزی جریان مذاکرات و اجرای توافقنامه صلح حضور داشته باشند و نگرانی ها خواسته ها و پیشنهادهای آنها شنیده شود. شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در نشست به همین مناسبت گفت که زنان در افغانستان سال دشوار را داشتند. به گفته او شروع 2021 نیز برای زنان سال تلخ بود، به ویژه برای زنانی که در فعالیت های سیاسی و اجتماعی سهم داشتند. حال هم چند خبر کوتاه. پلیس کابل تایید میکند که افراد ناشناس یک دادستان را در مربوطات ناحیه پنجم شهر کابل کشتند. طبق اعلام پلیس کابل، این رویداد حوالی ساعت 8:20 صبح امروز در سرک پنجم کمپانی از مربوطات ناحیه پنجم رخ داده است. از این دادستان به نام میرویس صمدی یاد شده و مسئولیت این رویداد را فرد و یا گروه بر عهده نگرفته است. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری میگوید که پشت ترورهای هدفمند که به گفته او بی هدف و بی معناترین نوع کشتن است گروه طالبان قرار دارد. و قلوردوی 203 تن در از کشته شدن 6 تن از جنگجویان گروه طالبان در ولایت لوگر خبر می دهد. ایمل خان مهمن سخنگوی این قلوردو می گوید منصوبین لوای سوم این قلوردو در همکاری با نیروهای کماندو شب گذشته عملیات پاکسازی را علیه طالبان در مربوطات منطقه الوزه در مرکز ولایت لوگر انجام دادند که در نتیجه 6 تن از گروه طالبان کشته شدند. مهمن افزود که در عملیات به نیروهای افغان و غیر نظامیان تلفات وارد نشده است، اما تا کنون گروه طالبان در این مورد چیز نگفتند. بعد از یک میان برنامه کوتاه بیننده خبرهای ورزشی باشید.